در طول تاریخ اسلام و شیعه کتب بسیار زیادی درباره امام حسین علیه السلام و حادثه عاشورا تألیف شده است. مرحوم علامه مجلسی یکی از علمای سرشناس و برجسته شیعه است که یکی از ارزشمندترین کتب در این زمینه را تایید کرده است. همکارم مائده خاموش در این گزارش به این کتاب ارزشمند پرداخته است. حکمت شهادت سید الشهدا علیه السلام نام یکی از ارزشمندترین کتب مرحوم علامه مجلسی است که در آن به زیباترین شکل واقعه کربلا ترسیم شده و پاسخ به برخی شبهات در خصوص واقعه کربلا داده شده است که میتواند برای اقشار مختلف با سطح دانش و سواد گوناگون مفید واقع شود. از برجسته ترین سرفصل های کتاب مذکور در فهرست این اثر ارزشمند میخوانیم: چرا مصیبت عاشورا عظیمترین مصیبت هاست؟ در بیان علت پیدایش احادیثی که روز عاشورا را روز برکت میداند، ضرر قالیان بیشتر منکر شهادت سید الشهدا کافر و ملعون است. صلح یا جنگ اهل بیت علیهم السلام به دستور خدا و رسولش بوده است. علت حرکت به سوی کربلا با وجود علم به شهادت، نرفتن به کربلا مانع شهادت حضرت نمی شد. اعتراض به فعل معصوم در حقیقت اعتراض به خدای متعال است. مرحوم علامه مجلسی در ابتدای کتاب ذهن عنوان بیان سبب تألیف رساله می نویسد: این رساله است که در بیان حکمت شهادت سید الشهدا و قرة العین سید انبیا و جگرگوشه علی مرتضی امام حسین ابن علی شهید کربلا صلوات الله علیهم و لعنت الله علی اعدائهم ما بقیت الارض و السما و رفع بعضی از شبهات که در این باب به خاطر اکثر شیعیان میرسد. از این کتاب دو نسخه خطی، یکی در گنجینه کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی و دیگری در گنجینه نسخه خطی دانشگاه تهران موجود است که اختلاف اندکی میان این دو نسخه وجود دارد و چاپ دوم این کتاب که پیش از این توسط سید علی سید جمال اشرف از نسخه خطی به عربی هم ترجمه شده، توسط آقایان اکبر جدی و رضا مختاری خویی تحقیق و تصحیح و پاورقی زده شده و در مجموعه میراث خطی شیعه توسط انتشارات اعتقاد ما راهی بازار نشر گردیده است. مائده خاموش، اخبار شیعه.